در پی پیروزی نسبی حزب راست افراطی اجتماع ملی فرانسه در انتخابات هشتم و نهم ژوئن پارلمان اروپا و متعاقب آن انحلال مجلس ملی از سوی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و آغاز رقابت برای انتخابات مجلس ملی در سیوم ژوئن مصادف دهم تیر حرف و حدیث ها در خصوص مسلمانان به کانون حساس کشمکش میان احزاب فرانسه در این رقابت تبدیل شده است به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید انتخابات پارلمان اروپا در فرانسه روزهای 8 و 9 جوان گویی یک زلزله سیاسی را در این کشور ایجاد کرد احزاب راست افراطی اسلام حراس به موفقیت نسبی دست پیدا کردند و دولت مستقر را با چالش مشروعیت مواجه ساختند امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه که برای اولین بار در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه منتخب هیچ کدام از احزاب قدیمی و اصلی چپ و راست نبود با انحلال مجلس ملی دستور برپایی انتخابات جدیدی را صادر کرد حزب راست افراطی اجتماع ملی به رهبری ماریان لوپن و جوردان باردلا در کنار دیگر حزب راست افراطی موسوم به فتح به رهبری اریک زمور با اطلاف با مهمترین حزب جناح راست میانه یعنی جمهوری خواهان تلاش میکنند با شکست احزاب چپ اکثریت کرسی های مجلس ملی فرانسه در انتخابات سیوم جوان مصادف با دهم تیر را به دست بیاورند از سوی دیگر احزاب چپ به شمول حزب فرانسه تسلیم نپذیر به رهبری جان لوک ملانشون و حزب سوسیالیست و حزب کمونیست و سبس نیز جبهه مردمی را تشکیل دادند تا مانع از پیروزی راست افراطی شوند در ادبیات رایج سالهای اخیر احزاب راست افراطی اسلام ستیز یک تعبیر زیاد به کار برده می شود و آن چپ اسلام است حمایت گسترده ژان جان لوک ملانشون و کمونیست ها از حقوق مسلمانان هاشی نشین به ویژه حمایت از حقوق مردم قزه در جنگ اخیر اسرائیل و حماس پیش از پیش این تعبیر را در افکار عمومی جای انداخته است راست افراطی با فرافکنی تلاش می کند عمده مشکلات فرانسه را گردن مهاجران مسلمان بیاندازد و قول داده است در صورت پیروزی در انتخابات مجلس ملی سخت گیری های بیشتری در خصوص مسلمانان اعمال کند جوردان باردلا چهره جوان حزب اجتماع ملی که در انتخابات 8 و نهم جوان رای بالایی آورد و خودش را در صورت پیروزی در انتخابات سیوم جوان برای نخست وزیری آماده می کند قول داده است هجاب اسلامی را در خیابان های فرانسه ممنوع سازد و سخت های بیشتری در خصوص بهرهمندی مسلمانان و مهاجرین از حمایت های اجتماعی اعمال کند باردلا در مصاحبه با فاینشنال تایمز تاکید کرده است با ایدئولوژی اسلامی در فرانسه مبارزه جدی خواهد کرد و قول داده است در صورت پیروزی حزب او اجازه نخواهد داد که اسلام ارزش های جمهوری فرانسه را تضعیف کند باردلا افزوده که در خصوص تعطیلی مساجد و مراکز اسلامی که به تعبیر او به افرادگرایی تمایل دارند جدی و سریع عمل خواهد کرد و امامان مساجد مخالف ارزش های جمهوری فرانسه را اخراج خواهد کرد باردلا همچنین قول داده که در قانون اعطای شهروندی فرانسه به متولدین از والدین خارجی هم تجدید نظر خواهد کرد نظرسنجی ها نشان می دهد که فرانسه در آستانه پیروزی اسلام حراسان افراتی است